در موج برنامه اطلاعاتی خبر. ملاقات اسمت الله زاده و هیئت گروه کاری حکومت با ساکنان در کشانیان. آزمون برای دریافت استیپندی پرزیدنتی 10 نفر پیروز شدند. گوشت، شیر و تخم ارزان می شود. در ولایت سغد استحصالات افزایش یافت. تاجیکستان باز از روی خط بیرون موند. روسیه با 4 دولت دیگر پروازها را برقرار کرد. بر اثر کووید 19 معاون سروزیر جمهوری ازبکستان درگذشت. شرح این و دیگر خبرها با شما است مونیسا تملویوه. سلام. شیرین اسماتولوزاده معاون سروزیر تاجیکستان با ساکنان کشانیان ملاقات انجام داد. طوری رسانه‌های رسمی کشور خبر می‌دهند تحت رهبری شیرین اسماتولوزاده و هیئت گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان در مجلسگاه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی نوحی کشانیان با ساکنان ملاقات دایر کردید. گفته می‌شود در جریان ملاقات دایر به پیشگیری از عمل‌های نامطلوب در جامعه، نشان دادن موقع فعال شهروندی، تقویت دادن تدبیرهای ضد اپیدمیکی، تأمین ولایت قانون و مسائل دیگری مبرم مبادله سودمند افکار صورت گرفت. از 16 تا 24 سپتامبر با تشبث کمیته کار با جوانان در تمام شهر و ناحیه‌های مملکت آزمون برای دریافت استیپندی پرزیدنتی گذرانده می شود. در شهر کلوب در آزمون برای دریافت استیپندی پرزیدنتی 10 نفر پیروز شدند، گزارش می دهد وزارت معارف تاجیکستان. بنابر اطلاع منبع در شهر کلوب برای دریافت استیپندی پرزیدنتی بین خوانندگان و دانشجویان مؤسسه های تحصیلات عمومی ابتدایی و میانه کسبی آزمون آغاز گردید. در آن 24 نفر داوطلبانی که تنها با بهای اعلی تحصیل نموده شدند اشتراک نموده، از میان آنها 10 نفر همچون گیرندگان استیپندی پرزیدنتی معین می‌گردد. استحصال گوشت، شیر و تخم در خوجگی های چارواداری و پرنده پروری ولایت سغد افزایش یافته است، گزارش می دهد خبر. به حالت 1 سپتامبر سال 2020 حجم استحصال گوشت در همه بخش های خوجگی های ولایت سغد زیاد از 29 هزار تن را تشکیل نموده است که این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 14.8% زیاد شده است. منبع می افزاید همزمان در ولایت حجم عمومی استحصال شیر زیاد از 17 هزار تن را تشکیل نموده، نسبت به 1 سپتامبر سال 2019 0.7% زیاد گردیده است. اینچنین استحصال تخم نیز در این دوره به مقدار 1.5 برابر زیاد گردیده، نقشه استحصال در خوجگی های شهر و ناحیه های ظفرآباد، گلستان، کنیبودام، مسچاه و باباجان غفوров زیاد اجرا گردیده است. همزمان به حالت 1 سپتامبر سال 2020 در خوجگی های جمعیتی و خوجگی های دهقانی ولایت 85458 سر برای بزغالا گرفته شده است که نسبت به ماه سپتامبر سال گذشته 4.1% افزوده است. نشان دهنده ها در خوجگی های شهر و ناحیه های اسفره، مسچاه، کنیبودام، کوهستان مسچاه و ظفرآباد زیاد می باشند. بجز از تاجیکستان و چند دولت دیگری آسیای مرکزی، فدراسیه روسیه با کشورهای دیگر پروازهای چارتری را بیکار کرد. شروع از سنه 21 سپتامبر روسیه تمامی پروازهای چارتری را بیکار میکند، خبر میدهد ستاد فوری اوید با کرونا ویروس. اما تاجیکستان این نوبت نیز از روی خط دولتهایی که مینبعد پروازها از روسیه به آنجا بدون چارتر راه اندازی میشوند باز کنار موند. دقیقا معلوم نیست که از کی روابط هوایی میان تاجیکستان و روسیه بی پروازهای چارتری برقرار می شود. ضمناً دولتی روسیه باز با 4 کشور دیگر از جمله قرغیزستان، بلاروس و قزاقستان اجازه پروازهای مستقیم داد. همچنین شروع از 27 سپتامبر پروازها از روسیه به سمت کره جنوبی عملی می شوند. این پروازها هفته 1 مرتبه صورت می گیرند. تاسف آور آن است که از برقرار شدن روابط هوایی میان روسیه و تاجیکستان خبری نیست. بنابر اطلاع بعضی معلومات ها احتمال روابط هوایی میان این دو کشور ماهی آینده برقرار شود. معاون سروزیر جمهوری ازبکستان اوید با مسئله رشد اگراری و حفظ امنیتی غذایی اوکتم برنایف درگذشت. اطلاع داده است خبرگزاری uznews.uz در استناد به نزدیکانی او. طبق اطلاع رسمی اوکتم برنایف بر اثر ویروس کرونا درگذشت است. تاکید شده است که معاون سروزیر ازبکستان دیرباز از ویروس کرونا در آلمان تبابت می گرفت. یک هفته پیش او را با یک بیمارستان های شخصی در آسیای مرکزی اکفا مدلاین که در شهر تاشکند واقع است انتقال دادند. گفته شده است که معاون سروزیر ازبکستان در سن 56 سالگی از عالم چشم پوشید.
شنوندگان گرامی در همجا برنامه اطلاعاتی خبر به پایان میرسد. تا برنامه دیگر شادی پیروز باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش. با کانال ما آبونه شوید و پان کردنی ویدیو را فراموش نسازید.